So most welcome students, your second lesson. Today's lesson is lesson 2. The page number is number 4. So before coming to the book, come to the word section. Skill, مهارت. Important means مهم با اهمیت. Guess, حد زدن. Entry word, کلمه ورودی یا کلمه که شما در جستجوی هستین. Explain, تشریح کردن. Clarify means واضح ساختن یا وضاحت دادن. Come to the book, please. به کتابتان مراجعه بکنین. Page number 4, صفحه 4. Lesson 2, reading, خواندن. Answer the following questions before you read the skills of a dictionary. پاسخ بدین به سوالات زیاد قبل از اینکه شما مهارت‌های استفاده از دیکشنری را بخونین. Do you have a dictionary? آیا شما یک دیکشنری دارین؟ اگر دارین، yes, I have. اگر ندارین، no, I don't. Have you used a dictionary before? آیا قبل از دیکشنری استفاده کردین؟ آیا دیکشنری تا حال استفاده کردین؟ Why knowing of the alphabet is important when using a dictionary? چرا شناخت حروف الف با انگلیسی از ا تا ز مهم است وقتی که شما انگلیسی دیکشنری استفاده میکنید؟ این سوال است که باید شما پاسخ بدین. خب بالا جواب میده. When you read, وقتی که شما میخوانین, you can often guess the meaning of new words. شما گاهی حدس میزنین به معنای کلمات. Sometimes, بعضی اوقات, however, you need to use a dictionary. با وجود که شما حدس میزنین, شما با یک دیکشنری نیاز دارین. In a dictionary, there is a dictionary, an entry, انتری هدفش ازمون کلمه مورد نظر است که شما در بدنبال ترجمهش هستین. An entry gives information about a word. یک انتری یا دخولیت معلومات کامل درباره یک کلمه میده. That sample and the descriptions below explain the part of an entry. The sample, مثال, یه مثال برتان کار کرده. And the descriptions, و توضیحاتی که داده, تفصیلاتی که داده. Descriptions means تفصیلات. Below explains, تفصیلاتی که در پایان است, تشریح میکنه the parts of an entry, بخشای یک entry ده. اینجا entry word نیست شاگردان عزیز. خود entry به این معنی که دیکشنری صفحه باز میکنیم, هر صفحه که باز میشه enemy entry است, یعنی یک داخل شدن به خود دیکشنری ده entry میگه. باز entry word کلمه مورد نظره که شما میخواین معنیش پیدا بکنیم. خب اینجا یک entry شده. ببینید شاگردان عزیز, یک صفحه در دیکشنری باز شده برای شما, یک مثالش کار کرده و همزمان هر بخش به نمبر برای شما پوینت اوت کرده که اینی شماره یک چی است, شماره دو چی است, به مو شکل در پایان برتون توضیح داده. حالا ببینیم که توضیحات در دیکشنری چی است. نمبر 1, گاید وردز. گاید وردز means کلمات هدایتی, کلمات راهنمایی کننده. گاید وردز help you find the word you want to look at. کلمات یا کلمات هدایتی کمک میکنه برتون شما مو کلمه ای میخواین پیدا بکنین یا جستجو بکنین او را زودتر پیدا بکنین. There are two boldface guide words at the top of each page. در بالای هر صفحه دو کلمه هدایتی به شکل برجسته, یعنی درشت یا دبل وجود دارن در قسمت بالایی هر صفحه. The guide word on the right is the last boldface entry on that page. شما اگر در امید دیکشنری شما مراجعه بکنین, ببینین ما یک راهنمایی برتان میکنم. Discuss with the Polish slashes, disenchanted, دو لغت است. کلمه discuss entry word است اینجا که بعدن میه و disenchanted به ایمانا که لغات از discuss شروع شده و آخرین کلمه ما که از disenchanted آخرین کلمه در امید صفحه است. یعنی امید دو دانه که در بالا هستن هر دویش راهنمایی بردان میکنن که اینه از این کلمه شروع شده به این کلمه ختم میافته و ترتیب الف بارم اینجا شما در نظر داشته باشین که باز بفهمین که کدام الف بار اینجا وجود داره. اونمو کلمه یک در سمت راست استک او نشان میده که اخیر لغاتی در همین صفحه وجود داره امون لغت است. Entry word مثل entry word همین لغاتی را که شما در جستجوش هستین, لغات مورد نظرتان. An entry word is the word that you look up in the dictionary. Entry word یا
کلمه مورد نظر کلمه است که شما میخواین دکشنری اورا پیدا بکنین. Entry words are printed in bold. میگه entry words ها کلش با شکل bold یعنی برجسته پرینت شده. They are listed in an alphabetical order. تمامش لیست شده در شکل الفبایی با ترتیب الفبا. ای اول است، بی دوم است، سه سوم است، به اون شکل ادامه یافته و بعد از حرف اول حرف دوم به اون شکل و بعد از حرف دوم حرف سوم به اون شکل به صورت الفبایی تمامشان به صورت الفبا تمامشان ترتیب یافته. Words that begin with the same letter are put in an alphabetical order using the second letter. کلماتی که حرف اولشان یک حرف است مثلا تمامشان is باز ترتیبشان به اساس کلمه یا حرف دومشان به اساس الفبا صورت میگیره. Words that have more than one syllables are divided into syllables by dots. و فعل هایی که بیشتر از یک هجا صدا دارن یعنی چندین صدا هم روی خود دارن با نقطه یا با دات از هم فاصله میگیرن فاصله گرفته. شما شاگرده عزیز میگه سر شماره سی پرونسییشن ببینید شماره سی رو یا تیر برتون زده که شما بفهمین که کجا همون تلفظ است. The pronunciation shows how the word is said. تلفظ بر شما میگه که چگونه کلمه گفته میشه. شما ببینید شماره سی را یک کلمه یه دسکت در داخل دکشنری که متوجه بشوین با یک تلفظش با یک کلمات دیگه ذکر کرده براتون تا شما بفهمین به چه شکل باید گفته شده. Part of speech, the part of speech of the entity word, for example, verb stands for verb. اجزای کلام کلمه مورد نظر را بیان میکنه این بخش. در مثال برتان کار کرده که اگر وی بود یعنی وی وانمود میکنه که این کلمه چی است؟ فعل است. و اگر ای دی جی بود ادجکتیو است و اگر ان بود ناون است. به همون شکل امو نو بخش part of speech که است شاگردای عزیز اون تمامش اینجا ذکر شده و شما میتونین که از مو ابریویژنی که هست پیدایش بکنین. Definition تعریف است. This gives the meaning of the verb گفته معنای کلمه را بر شما میتن. Sentence جمله. Sometimes sample sentences are given to show how the word is used or to clarify the meaning. بعضی اوقات جملات مثالی داده میشه که شما بفهمین که اون کلمه چگونه استفاده میشه تا معنایشان رو واضح بسازه یا وضاحت بده برای معنایشان. این شش بخش به شش شماره در امون دکشنری در امون صفحه شما اگر منتوی شده تصویر کلوش تیر زده هر بخشش وجه کار شده و این برتان هم هر بخش تشریح کرده که شما داخل دکشنری میشین شما بفهمین انتری ورد چی هست گاید ورد چی هست پرونسیشنش در کجاست از لحاظ پارت آف سپیچی کدام بخش شامل میشه و ای که چی معنا میده و چگونه در جملات استفاده شده. In addition to the above explanation بر علاوه تشریحات یا توضیحات بالا about use of dictionary در مورد استفاده از dictionary you need to keep in mind شما نیاز دارین که بخاطر داشته باشین keep in mind با حافظه داشتن با خاطر داشتن that using a dictionary is a skill که استفاده از dictionary یا لغتنامه یک مهارت است. The only way to learn how to use it is by actually using it. میگه تنها رایی که فرا بگیرین یا آموزش ببینین که چگونه استفادهش میکنین چی هست؟ همیست که شما واقعا از استفاده بکنین. بنابراین شاگرده عزیز you have to keep a dictionary with yourself in your pocket or in your bags. شما باید یک از یک دیکشنری با خود در جیبتان و یایی که با در بایکتان امرو خود همیشه داشته باشین که هر زمانی که به لغات سر میخورین و معنیش را میفهمین باز سرش کار بکنین و پیدا بکنین کلمه مورد نظرتانه. پاراگراف بی در صفحه چی گفته؟ After reading the sample entry answer the questions below. بعد از مطالعه مثالی که کار شده یا توضیحاتی در مورد مثال داده بهتون سوال را جواب میدین. The entry word is entry word در این صفحه که در این مثالی که شما کار شد اینجا ذکر شد کدام کلمه است؟ دقیقا کلمه discuss entry word است. What part of speech is entry word؟
از همی کلمی مورد نظر شما از لحاظ پارس آف سپیچ کدام بخش تشکیل میده؟ یعنی از کدام جزء اجزای کلام است؟ دقیقا چون اینجا ورب ویرش اشاره داده بود، پس ورب یعنی فعل است. It was your today's lesson, dear students. دست امروزتون بود. Your assignment, کار خانگیتان. Making sentences for each of these words. جمله می سوزین بر هر کدام از این کلمات. Memorizing of the words, have shown me coming from Dari to English, as Dari English. Use of dictionary, please. I'm requesting you all to keep a dictionary with yourself. If you don't have, you have to buy it from the market. Dictionary باید از مارکت بخرید، اگر نداشتین شاگرد عزیز، و با امرایش کار بکنین. بیشتر و بیشتر کلمات و بیشتر که اینجا اگر ما باید ترجمه میکنم براتون، شما خودتون باید از مهارتتون روش بدین در استفاده از دکشنری و کار بکنین تا اینکه بتوانین از دکشنری به وجه احسنش و همزمان بسیار سریع استفاده بکنین و کلمه مورد نظر با معنایش پیدا بکنین. Thank you very much. Take care. See you.